موشکاف. سلام دوستان، خدا قوت. آقا بنده موشکاف این دو سه شبه روپا بند نیستم. حرفا و تماسای شما همیارای باصفای سیمای آزادی اون چنان محشری به پا کرده که نمیدونم از کجا شروع کنم و از کدومش بگم. دست مریضا که الحق و الانصاف گریزانی به راه انداختی که نگو و نپرس. هر یه تماس و یه کمک شما مشتی جانان است که کمک فنره ولی فقیه همچین حسابی می جنبونه. دم همگی گرد تا روز آخر و ساعت آخر همگاری موشکاف آروم و قرار نداره. اما حالا بشنوید از احوالات درب و داغون عزما که تو جاده زرخوری همینجوری سینخیز داره جسم ناقصشو میکشه و میره جلو. شیخ فری بعد از جفتک پرونی به دلواپسا و انتصاب وزیر دک شده به عنوان مشاور خودش، پاشد کاسه کمچه و کابینه مابینه رو قطار کرد و رفت سر قبر امام دجالش تا اونجا زلف بنفش دولتشو گره بزنه به ریش گندیده امامش. تجدید بیعت با امام راحل و آرمان‌های امام. در آستانه هفته دولت امروز رئیس جمهور و هیئت دولت به مرقد امام رحمت الله علیه رفتند تا بعد از گذشت یک سال از دولت 11 با آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه تجدید میثاق کنند. رئیس جمهور در مرقد امام خمینی رحمت الله علیه را بنیانگذار دولت مدرن اسلامی خواند و گفت امام به ما درس خودباوری، قانونگرایی و اخلاق مداری داد. اوه اوه زهرا ببین چه کرده، فری رو دیوونه کرده. لامصب این زهر یاسی سولپوری سنگ قبر خمینی رو سوراخ کرد رفت تو، امام کپک زده نظام رو هم مدره کرد. بعد همه رو ول کن، استاد اخلاق گرایی رو بچسب. نمیدونم شما این مثل رو میدونید، من حیفم میاد که مثل بزنم به شیر که میگن وقتی که مقابل یک دشمن میستد هم فریاد میزند و هم از اون طرفش چیزی بیرون میاد و هم دونش حرکت میده. فریاد میزند برای اینکه طرف ها بترسونه، میترسد از این جهت ازش چیزی هم صادر میشه. دومش حرکت میداد برای اینکه میانجی پیدا کند. بله اینم از استاد مدرن و اخلاق گرای نظام. بگذاریم آقا بگذاریم، حالا بریم سراغ ادامه ننه من غریبم بازی های شیخ فری سر قبر دجال و فرصتی که شکار کرد تا باهاش زبون درازیاش علیه باند رقیب رو ادامه بده. البته این شیخ فری دو دوزه باز سر قبر امامش یه سیخ دیگه هم تو ریش علی گدا فرو کرد که البته تیوی ریشونو درز گرفت، اما رسانه های باند کوسه رو هوا زدنش. امام شجاعت صلح و آشتی را به ما آموخت، تا آنجا که لازم است صلح و خیر را اجرا کنیم و در این مورد امام تردیدی به خود راه نداد. ما از ایشان صلح حسنی را یاد گرفتیم. آقا استفاده ابزاری از امام ملعون هم آخه حدی داره. این دیگه استفاده ابزاری نیست، استفاده چماقیه. این ولی فقیه تلس شکسته کم داره از یه امینو یسار میخوره. حالا تو رفتی داری استخونای خمینی رو هم میکوبی تو امامه جانشین یه شبش. دولت و رئیس جمهور همواره تا پایان به حول و قوه الهی به منتقدین احترام خواهد گذاشت، اما هرگز در برابر تخریبگران این دولت و نظام ساکت نخواهد ماند. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر عزم دولت برای ادامه مبارزه با فساد از جمله در زمینه مدارک علمی و بورسیه های دانشگاهی گفت
با تغییر یک نفر مسیر دولت تغییر نخواهد کرد، بلکه همان مسیری که مردم و آرای مردم برای ما مشخص کرده اند ادامه خواهد یافت. یعنی استیصاح وزیر و عرعر دلواپسا و همه اینا کشک، یعنی آش زهر رو صرف کن که همه دست جمعی بریزن تو خندق بلا، یعنی وضعیت انقدر سیته که هیچ راهی جز سرکشیدن جام زهر و کله شدن تو همون فاضلاب قبر امامش نیست. یعنی همین دیگه، چرا بقیهش نمیگی شیخ فری؟ مگر راه دیگه هم جلو پاتون هست؟ ده نیست دیگه، نیست. Oh.